به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف نهم امیدوارم که جانتان جور و صحتمند باشید شاگردای عزیز به مضمون ریاضی سنف نهم خوش آمدید شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف نهم می خوانیم درست فصل چندم بودیم فصل سوم هندسه تحلیلی درس نهم و درس آخر ما از این فصل میشه بخیر ما و شما امروز فصل سوم خلاص میکنیم خب قبل که بگیم ما و شما امروز چه عنوان را میخوانیم کارخانگی را باید به با ما روان میکردین از طریق چی از طریق واتس اپ نمبرش هم چند است 20964 780 255 413. درست است اگر کدام سوال کدام مشکل یا کدام انتقاد پیشنهاد دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر که به شما خواندم خب شاگرد عزیز درس امروز ما و شما چی است اول انکاس یا باستا میخوانیم میخوانیم و بعد از او دوران میخوانیم. خوانیم صحیح به خیر فصل ما و شما امروز خلاص میشه. اما اگر یادتون باشد درس گذشته چی گفته بودیم درس گذشته ما تبدیل خواندیم یا تغییر مکان و انتقال خواندیم درست است خب تبدیل چی بود تبدیل گفتیم که یا هم تغییر مکان گفتیم که هر رابطه یا قانونی که چی یک نقطه از سفر به یک نقطه دیگه تبدیل کنه صحیح با او چی میگیم تبدیل یا تغییر مکان هر قانون که باشه قانوناش باز گفتیم چه رقم نشان میدیم نه با سر تخت ما یادآوری برد و گفتیم خود تبدیل خود این قانونا رو ما به سه قسم بنده کردیم گفتیم یا انتقال است یا انکاس یا باستاب برش گفته میشه درست است رفلکشن یا که دوران روتیشن برش گفته میشه اما گفتیم تجانس هم هست در چهار طریق است دیگه نه چهار دسته میشه که حال کتاب ما شما نگفته پس ما سه باید یاد داشته باشیم انتقال که درس گذشته بوده و بعد از چه آل که امروز میخوانیم انکاس یا باستاب و بعد از او هم دوران میخوانیم پس بریم سر تخته که من بر تشریر کنم ادامه درسه اما که قبلا گفته بودیم درس گذشته گفتیم تبدیل چی است تبدیل یا تغییر مکان گفتیم هر رابطه یا قانونی که یک نقطه از صفحه را به دیگر نقطه تبدیل کنه یک نقطه دیگه تبدیل کنه حالا هر قانون میتونه باشه فرق نمی کنه خب حال تبدیل ها را ما به سه دسته تقسیم کردیم درست است پس تبدیل یا تغییر مکان برش می گفتیم تبدیل یا تغییر مکان گفتیم که هر قانونی یا هر رابطه‌ای برش گفته میشه بعضی کتاب ها نگاشت میگه هر نگاشتی فرق نمی کنه. که چی که یک نقطه از سفر به دیگر نقطه از سفر تبدیل میکنه سیست؟ خب آل تبدیل ها خودش به چند دسته تقسیم میشه گفتیم چیزایی که ما ما و شما میخوانیم در سنف خود در, در کتاب خود میخوانیم یک گفتیم انتقال است که خوانده انتقال دو که انعکاس است یا بازتاب برش میگیم بازتاب یا انعکاس ریفلکشن سیست و سه چی است دوران یا روتیشن این را انکاس هم برش گفتن میشه انکاس سیست خب انتقال یا تا نفت چی بود انتقال گفتیم که اگر امی تبدیل ما و شما تمام نقاط یک شکل یک شکل یک شکل یک, یک مثلث مثلا داشته باشیم تمام نقاط چه به یک جهت جهت تبدیل عوض نشه همه نقاط به یک جهت به یک اندازه حرکت کنه با اون میگیم انتقال سیست به عنوان مثال ما و شما یک تو مثلث داریم تمام نقاطش حالا ما شما امی سه شنگ سه سای گوشش در نظر میگیریم امیر مثلا کلش دو خانه براست دو تا با, با پایین میاریم فیس دو تا براست حالا ما شما در سیستم کمیات وضعیت دستگاه مختص دکارت باید بکشیم دیگه دو تا براست دو تا با, با پایین بس به شک میشه به عنوان مثال تقریبا به شک میشه حالا ما رسامی گفتم کمی خوب نیست شما دیگه سعی کنید که دقیق بکشین با عنوان مثال ما شما چنین شکلی داریم باید بهش میگن انتقال به گفتیم تبدیل یا تغییر مکان چی میگیم انتقال میگیم تمام نقاط به یک جهت و یک اندازه حرکت میکنه اون میشه چی انتقال که درس گذشته بوده اما درس امروز ما با شما باستاب یا انعکاس و دوران اول باستاب میخوانیم خب اگر یادتون باشد گفتیم ما تبدیل یا تغییر مکان چی رقم نوشته میکنیم گفتیم با تی نشان میدیم صحیح یعنی ما شما اگر یک تا نقطه x و y داشته باشیم این بخوایم با تبدیل بهش با تبدیل تی تبدیل به چی میشه؟ مثلا x زبر و y زبر تبدیل میشه این نقطه مختصات این x و دو عدد است مثلا یک و دو فیس حال طبق تب تبدیل با x زبر و y زبر تبدیل میشه به چی میگیم؟ به این گفتیم تبدیل حال خود تبدیل ها یا انتقال است یا باستاب است یا دوران است خب گفتیم یا به این شکل نوشته میکنیم یا به این شکل هم میتونیم کنیم تی x و y با x زبر و y زبر به x زبر و y زبر میگیم تصویر x وای صحیح تحت تبدیل t یا در اینجا هم فرق نمیکنه میکنه x و زبر و y زبر چی میشه یک نقطه جدید میشه دیگه این چی میشه تصویر x وای تحت تبدیل t صحیح خب به عنوان مثال انتقال یک تبدیل بود انتقال فرمول چرا رقم بود اگر یادتون باشه گفتیم تی x و y به شک میشه میشه x جمع k و وای جمع مثلا h صحیح به عنوان مثال تی ایکس وای مساوی است با جمع دو و وای منفی یک یک چی یک انتقال است یعنی x با یک عدد جمع میشه وای با یک عدد جمع یا منفی فرق کنیم عدد میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه صحیح پس یک انتقال است شما میتونه با انتقال یک مثلث اگر داشته باشه انتقال بدیم به عنوان مثلا ما یک نقطه را اگه بخوام با انتقال تبدیلش کنم به میشه نقطه ای ما و شما چی باشد نقطه ای ما و شما یک و دو باشد به با عنوان مثال پس چیم طب قضی تبدیل و انتقال اگه ما را انتقال بدهم تصویرش چی میشه یعنی جواب به اون جواب می تصویر با زبر میشد دیگه نه پس ما باید ان چرا پیدا کنیم یک و دو را طب قضی یک و دو طب از انتقال یعنی قانون رابطه میگه میگه یک دو بساز وای منفی 1 x ما و شما چند است یک است یک جمع دو چند میشه میشه سه سه است و وای منفی یک وای ما شما دو است دو را منفی یک میشه یک پس یک و دو به سه و یک تبدیل شد سه است یک و دو به سه و یک تبدیل شد پس سه و یک تصویر یک و دو است این خود گفته گذشته بوده سه و یک تصویر یک و دو میشه سه است پس یک انتقال یک انتقال ما برات مثال بزنم که یادت بیاید. سه است اما بازتاب چی رقم است پس من تختر پاک میکنم که باستاب مثال برات بزنم تا متوجه باشیم پس تبدیل خو فاهم میدیم یاد تا نامد نا انتقالارم یک یاداوری کردیم اما باستاب یا انعکاس برش میگیم ما شاگردای عزیز اگر یک تبدیل داشته باشیم یک تبدیل داشته باشیم با نام سال یک مسلسه تبدیل کرده باشه به با یک مسلس دیگه است؟ اما چی رقم انتقال نباشه ما انتقال خو گفتیم اما باستاب میخوایم بگیم میگیم که اگر ما و شما همین تبدیل ما و شما توری باشه که اگر یادتان باشد تناظر محوری یادتان است تناظر محوری در سای گذشته بود گفتیم اگر ما و شما یک تا شک داشته باشیم به با عنوان مثال سیست با عنوان مثال این ما و شما باشد نظر به این خط تناظر محوری تناظرش دریافت کن گفتیم همین نقاط چرا چی میکنیم در خط عمود میسازیم اما قید آمه میتیم سیست همین نقاط عمود میسازیم اما قید آمه وایم به شک ای, ای چی است تناظر محوری نظر به است چون اگر نظر به این خط ارقاد ای بدیم دقیقاً انطباق پذیر میشه دو تا شک دقیقاً روی هم قرار میگیره صحیح است فهم چی رقم شد دیگه نه پس اگر ما و شما امی شکل نظر به این خط قاط بدیم دقیقاً این دو شک روی هم قرار میگیره پس به این میگیم چی تناظر یا تقارن برش گفته میگفتیم یا تو است گفتیم تناظر یا تقارن درش گفتم میشه تناظر محوری بود تناظر نظر به یک خط چون ما تناظر نظر به یک نقطه هم داشتیم تناظر مرکزی در سال خواندیم در سال گذشته هست آل باستاب چی است باستاب میگیم که اگر یک تبدیل این مثلث به این مثلث تبدیل کنه سیست که ما اگر ما نظر به یک خط تن متناظر باشه یعنی تناظر محوری داشته باشه به با همین تبدیل نامش میگیم چی چی باستاب یا انکاس یا ریفلکشن سیست پس اگر یک تبدیل چی کنه یک شکل به یک شکل دیگه تبدیل به یک شکل تبدیل کنال مثلث است مربع است فرق نمی به شرط که نظر به یک خط چی باشد متناظر باشد تناظر محوری داشته باشد با مو رابطه چی میگیم میگیم باستاب یا انعکاس یا رفلکشن صحیح است خب حالا ما یک مثال برات میذارم تا متوجه بشی. پس باستاب یا انعکاس چی است یک تبدیل است که آلی شکل اولی ما و تصویرش گفتیم جواب حاصل چی میشه؟ او میشه تصویر شکل و تصویر نظر به یک خط چیست؟ متناظر است تناظر محوری دارد با او میگیم چی؟ باستاب یا انعکاس؟ پس تعریف باستاب و انکاسی است اما یک مثال میزنیم مثال دقت کنید به عنوان مثال ما و شما چی داریم؟ سیستم کمیات وزیر داریم

این نقطه C باشد است این مثلث ABC ای ما و شما داریم خب ما چی میکنیم این تبدیلی که من نوشتم میکنم این تغییر مکانی که نوشتم میکنم این چی است این تغییر مکان ما و شما یک تا انعکاس یا باستاب است ریفلکشن گفتیم که با چی نشان میدیم با تی نشان میدیم T R فرق نمیکنه چون ریفلکشن اول کلمش R است در انگلیسی با R هم نشان میدن بعضی از کتاب ها به جای تی R نشان میدن فرقی نمیکنه پس تی x y قانونش به این شکل است اگر شما منفی x و y میگه که تو وای تبدیل کار نداشته باش Y خودش نوشته کو X فقط در یک منفی ضرب کو الان میشه صحیح این میشه چی انکاس نظر به محور وای میشه نظر به محور وای میشه خب بیام چک بسازیم چک کنیم چک اگر بکنیم شاگرد عزیز یعنی ای ما و شما ما ای نوشته میکنیم ای مختصات ای چی است ای ما و شما یعنی ایکس چند است وای نقطه است نقطه ایکس میشه یک وای چند میشه یک دو سه پس ای ما و شما یک و سه هست بی ما و شما چند میشه رو ده اینجا نوشته میکنم بی ما و شما نیسته چند است در محور x هم بود کن. چند میشه یک دو سه است محور وای ها یک است پس میشه سه و یک دقت کنید گردای عزیز همیشه اول ایکس میکنیم بعد وای نوشته میکنیم سه است و سی ما و شما چی میشه سی ما و شما سی ما و شما این یعنی نقطه است ایکسش هم یک است وایش هم یک است پس یک و یک سه است؟ پس چی است مسلس ای رو ما و شما داریم تحت یعنی تبدیل که این چی است یعنی است یا باستاب برش میگیم چرا چون شکلش بکشم و که چی است باستاب است خب میریم سه نقطه را تصویرش دریافت میکنیم پس ما اول چی رو دریافت میکنم تی ای, ای. ای ما و شما چند است یک و سه یک و سه تب خزی تبدیل چی میگه؟ میگه x در یک منفی ضرب کو تغییر پس چی میشه؟ میشه منفی یک و سه منفی یک و سه خب تی نقطه دوم نقطه دوم شما بی سه و یک تی سه و یک این تبدیل چی میگه؟ میگه x در یک منفی ضرب کو وای تغییر نته پس چی میشه؟ میشه منفی سه و یک. و در آخر تی سی سی شما یک و یک است یک و یک چی میشه؟ میگه ایکس در منفی ضرب کو وایش تغییر نکنی پس چی میشه به شک میشه پس یعنی جوابا جواب حاصل میشه اینا تصویر تس... ای تصویر است این تصویر بی است این تصویر سی است که ما نامش گفتیم چی میگیریم مثلا ای زبر میگیریم ای را بی زبر میگیریم و ای را سی زبر میگیریم صحیح است پس میریم ای زبر بی زبر و سی زبر پیدا میکنم. ای زبر بی زبر و سی زبر ما اگر پیدا کنیم ای زبر ما شما چند است ایکس منفی 1 است وایش 3 است ایکس منفی 1 وای سه ایکسش منفی یک است وایش سه مثبت است پس به این شکل میشه این نقطه میشه ای چی شد؟ ای شد ای زبر ای ما سیست ای زبر بی زبر ما شما چند است؟ xش منفی سه است وایش یک است x منفی سه منفی یک منفی دو منفی سه در اینجا منفی سه است و وایش یک است این نقطه میشه ای شد بی زبر و سی زبر ما و شما چی هست؟ سی زبر همون تصویر سی است که گفتیم منفی و یک ایکسش منفی یک وایش مثبت پس اینی نقطه میشه این ارسه اگه به هم وصل کنم اینی مسلس ما و شما میشه سهیست؟ پس ما تصویر از این مسلسه تحت اینی تبدیل کنامش گفتیم چی هست؟ انکاس یا باستاب برش گفته میشه چرا باستاب گفته میشه؟ چون جوابی که دریافت میکنی نظر به این محور، نظر به این خط چیست؟ تناظر محوری دارد یعنی ما اگر نظر به محور وای یا رو قاد کنم دقیقا یعنی دو شکل دقیقا روی هم قرار میگیره سهیست؟ پس فاهم چه رقم شد پس یا و انکاس چی است یک تبدیل است که در آخر جواب که تو دریافت میکنی نظر به یک خط تناظر محوری داشته باشد به با اون میگیم چی؟ انکاس یا بازتاب خب شاگردای عزیز پس این فرمول در ذهنت باشد تی x وای اگر باشه منفی ایکس و وای این چی این نکاس نظر به محور وای است پس من نوشتم میکنم این نکاس نظر به محور وای یا بازتاب یا نکاس فرق نمی کنه نظر به محور وای نظر به محور وای و به این شکل شکل عزیز آلی دقت کنید تی x و y ما و شما اگر شوه اگر شوه x و منفی y ای چی است این بازتاب نظر به محور x است اگر چی باشد فرمول باشد x و منفی y صحیح است و اگر به داشته باشیم شاگرد عزیز تیه x و y ما و شما شوه چی شوه y و x جای وای ایکس تبدیل شوه دقت کن ایکس وای شو وای و ایکس یعنی جای ایکس وای تبدیل کو مثلا ما و شما بولا مثال یک و سر که داخلی داخلی تبدیل بندازیم میشه سه و یک جوابش جای ایکس وای تبدیل میشه صحیح پس این چی میشه به این میگیم بازتاب یا یعنی نکاس نظر به خط ایکس مساوی با وای پس این چی است باند من نوشته کنم ده اینجا با دیگرنگ رنگ نوشته قاطی پس این میگیم که بازتاب نظر به خط به خط y مساوی با x یعنی با این, این کاسای مهم یا با واستوب مهم همین ارسی است که باید یاد داشته باشید پس x y میشه منفی x وای y چی است ای این بازتاب نظر به محور y است tx y است، x و منفی y این به نظر به محور x است و tx y مساوی است با y و x این نظر به بم... چی است به خط x مساوی با y است سایست. یا وای مثلا وای فرق نمی کنه پس بازتاب با فا میدیم یک تبدیل است که وقت جواب میکشیم نظر به یک خط چی باشد چی داشته باشد تناظر محوری داشته باشد یعنی شکل ما با شکل اولی ما و شما تناظر محوری داشته باشد به با اون میگیم چی باستا یا انعکاس صحیح است چه رقم شد دیگه نه شاگردای عزیز و گرامی پس بازتاب یا انعکاس فا میدیم یک نوع تبدیل بود یا تغییر مکان پس من یک مارک میکنم پس باستا به خواندیم یا رفلکشن صحیح اما عنوان دوم ما و شما چی است دوران یا روتیشن دوران بریم سر تخته من تختر پاک میکنم و یک مثال برات کار میکنم که بفهمی دوران چی است پس بریم سر تخته خب شاگرده عزیز و گرامی اما دوران دوران یا روتیشن برای چی میگیم دوران گفته میشه انگلیسی چی میشه روتیشن خب ولی دوران چی است دوران هم یک نوع تبدیل است اما به چی شکل است دقت کنید اگر ما یک تبدیل داشته باشیم به با عنوان مثال یک تا مثلثه این مثلث ما و شما باشد این مثلث ما و شما را به شکل تبدیل کنه نظر ب... نظر به یک نقطه ما اگر نقطه او داشته باشیم با مثال صحیح این را ما بیایم به ای نقاط وصل کنیم به این نقطه وفست کنم. الان باید به نقطه نقطه وفست کردم. دیگه هاشم به این شکل دو دو نقطه دیگر دو نقطه هم وفست کرد. و به این شکل تبدیل شود. یعنی به این شکل شود. این است ما و شما. این باشد. A B C این شود A زبر B زبر این میشه B زبر و این میشه C زبر. و یعنی زاویه چی باشه؟ زاویه؟ زاوی ما و شما الفا باشد یا بتا فرق نمی کنه الفا باشه یعنی زاوی الفا شود با دیگر رنگ بکشم یعنی خطار را که بفهمید صحیح اینی یعنی زاویه چه زاویه الفاست. خب میگیم که چی است یک تا دوران است مثل از این است که ما و شما ای اینی شکل خوده دوران دادیم صحیح به این شکل اندازه زاویه الفا چی است مخالف اقربای ساعت پاد ساعت گرد ساعت خب میفهمید که اقربای ساعت به شکل میچرخه حالا ما دقیقاً برعکس پاد ساعت گرد خلاف اقربای ساعت دوران دادیم به این میگه چی این میشه چی اگه تبدیل یا قانونی که این شکل به این شکل تبدیل کنه به نامش چی هست؟ دوران است پس دوران چی است دوران حول یک نقطه این نقطه او ما و شما به اندازه زاوی الفا شکل ما و شما رو چی میکنه میچرخونه یا دوران درش میته سیست به این تبدیل میگیم چی دوران دوران به اندازه زاویه الفا و زاویه الفا ما شما چی است پاد ساعت گرد گشته سیست به شک چرخیده به خلاف اقربای ساعت خب پس دوران فا میدیم دوران یک تبدیل است که شکل ما شما چی میشه به شکل ما شما به اندازه زاویه الفا میچرخه یا دوران پیدا میکنه یا حالا میتونه به شکل پاد ساعت گرد باشد یا موافق اقربای ساعت باشه فرق به شکل پایین اگر بیاید چی میشه دوران میشه پس دوران هم فا میدیم دوران پس باستا هم میده بودیم انتقالم که قبلا گفته بودیم باستا و ممال گفته اما دوران یک تبدیل است که چی است که به اندازه یک زاوی الفا شکل ما و شما را دوران میته یا میچرخانه سهیست؟ خب حالا قانوناش به چه شکل است؟ مثلا ما چی میگیم؟ چند تا دوران بسیار مهم داریم دوران 90 درجه و, چی؟ و دقت کن شگرده عزیز ما معمولا جهت دوران چی میگیریم؟ خلاف اقربای ساعت میگیریم پاد ساعت گرد میگیریم معمولا. مگر که با ما شما بگه که ساعتگرد باشد خلاف اقرابه ساعت پاس ساعتگرد معمولا ما همیشه بی بر میگیریم خب زا... میگه که دوران زاویه 90 درجه این الفا ما و شما 90 درجه باشد فرمولش چی میشه قانون چی میشه من برد میگم 180 درجه چی میشه 270 درجه چی میشه این ارسر ما شما باید یاد داشته باشیم بسیار مهم است صحیح پس من نوشتم میکنم پس تی حال دورانم چون روتیشن هم با به جای تی آر هم نوشتم میکنه فرق نمیکنه ما از آر هم میتونیم استفاده کنیم آر x و y اگر شوه منفی y و x دقت کنید میگه که این y هر چیست در منفی ضرب کو اول مون این x در دوم بود بدون تغییر منفی y و x چی میشه این دوران 90 درجه میشه پس ما میگم دوران 90 درجه خلاف عقربای ساعت سیف اگر داشته نامش بگم آر یک. آردو ما و شما چی باشد؟ باشه منفی x و منفی وای آردو ببخشید آردو x و y باید نمیشته کنم آردو x و y آردو x و y اگر شو منفی x و منفی y چی هست؟ دوران یکصد درجه خلاف اقربای ساعت و اگر آرسه ما و شما اینی اینی شما باید یاد داشته باشید اینی سه دوران بسیار دوران های مهم است آر سه ایکس و وای اگر شوه وای و منفی ایکس دقت کنید وای و منفی ایکس ای چی میشه دوران 270 دو درجه دوران 270 دو درجه خلاف اقربای ساعت یعنی به این شکل دوران میته به این شکل خلاف اقربای ساعت خب پس <تصال> <تصال> این سه دوران ما شما باید داد داشته باشیم سه دوران چه یک نو تبدیل است دیگه فرمولش به این شکل است آر, آر یک ایکس وای باشد منفی وای و ایکس این دوران 90 درجه است R2 XY باشد منفی X و منفی Y دقت کنید جای XY تبدیل نشد فقط در یک منفی ضرب شده میشه دوران 180 درجه و R3 X باشد X و منفی X و XY شود Y و منفی X این دوران 270 درجه میشه ما تختر پاک میکنم یک تا شویار برشون برشون مثال میدم دو تای دیگر خود در کتاب میتونی کار کنی است ما یک تا مثلث میکشم با این فرمول اول به عنوان مثال با این فرمول اول دوران میتونم میبینیم که دقیقاً 90 درجه دوران داده میشه سیست پس من تختار پاک میکنم و این فرمولا یاد دید باشه سیست ببینیم که چی رقم میشه خب شاگرد عزیز با عنوان مثال ما و شما چی داریم یعنی سیستم کمیات وضعیه را داریم سیست کمی بالاتر هم بکشیم یک دو سه چار پنج پنج سه یک بانداز مثال مثلث ما و شما اینجاست یک دو سه چار پنج دو دو اینی مثلث ما و شماست این ای باشد ای این نقطه باشد B و این نقطه باشد C سی. سهیز مختصاد چند است؟ چه کرده از A؟ Xش دو است و وایش هم دو است پس میشه دو و دو مختصاد B چند میشه؟ B Xش دو است است؟ و وایش چند است؟ وایش در محور وایش سفر است پس میشه دو و سفر C چند میشه؟ C میشه Xش پنج است یک دو سه چار پنج و وایش سفر است پس میشه پنج و سفر سهیز پس ای بی سی ما مختصرش دریافت کردیم حالا میخوایم چی 90 درجه ای را دوران بتیم حول نقطه او او هم چی است او امو چی است مبدا ما و شماست او فرمولایی که ما گفتیم دوران 90 درجه نظر به نقطه او است نظر به نقطه مرکز است یعنی مبدا سیستم کمیات وزی ما و شما خب گفتیم چی است بود آر ایکس و وای 90 درجه را یادتون است بگین چی بود بود جای وای ایکس تبدیل میشد میشد منفی وای و ایکس این دوران چه بود؟ 90 درجه بود سهیست؟ پس بیره بیره ایره چه کنیم؟ ای بی و سی را داخل از رو بندازیم ببینیم چند میشه پس اول آره ای به حساب میکنیم ای چند است؟ دو و دو آره دو و دو جواب تب قضی چی میشه؟ این میگه که اینی وای در یک منفی ضرب کو در جای ایکس در اول نوشته پس وای از چند است دو در منفی ضرب شوه میشه منفی دو و ایکس چی میشه ایکس می در آخر نوشته میشه دو در آخر نوشته میشه میشه. میشه میشه چند دو منفی دو و دو شد پس او شد پس ای زبر ما و شما پس این چی است؟ ای است این تصویر ای است خب آر دو و دو آل چی است؟ دو و دو بی ما و شما چند دو و صفر است دو و صفر. دو و صفر. هست. گفته چی کو؟ گفته وایش در یک منفی وایش در یک منفی کو بجای ایکس نوشته کو پس صفر زرب در منفی میشه صفر چون ما صفر زرب در منفی که همون صفر میشه صفر علامه نداره سیست منفی صفر همون صفر است و جای یک یک هم در آخر نوشته یکم بشم در آخر نوشته میشه دو در آخر نوشته میشه میشه صفر و دو اما آر سی سی ما شما چی افت پنج و صفر است آر پنج و صفر چی میشه میشه این میشه منفی صفر که منفیش نوشته نمیکنه و پنج صحیح است پسی شد ای است بی زبر و ای است سی زبر آل میرم اینا رو دریافت میکنیم ای زبر بی زبر سی زبر دریافت میکنیم دقیقا میبینیم دوران 90 درجه همین شکل میشه خب بریم دریافت کنیم ای زبر شما چند است؟ اکسش منفی دو وایش دو اکسش منفی دو منفی یک دو و وایش دو یک دو پس این نقطه چی میشه؟ نقطه این نقطه ای زبر نقطه بی زبر چند شده است؟ سفر و دو اکس سفر وای دو. و و دو. این شد بی زبر. و سیزه بر چند شده؟ سفر و پنج ایکس ما و شما سفر و ما و شما پنج یک دو سه چار پنج این نقطه میشه پس این سه نقطه رو ما و شما اگر به هم وز کنیم اینی مسلس شده دقیقا چی است؟ دقیقا نوت درجه چی شده است؟ دوران پیدا کرد. اگر دقت کنید شاید عزیز اگر دقت کنید به عنوان مثال با دیگر رنگ این آبی میکشیم رو در نقطه ای، در نقطه بی اگر دقت کنید در نقطه بی نظر به نقطه بیزبه چند درجه دوران پیدا کرده؟ 90 درجه نظر به ای اگر من بگیرم نظر به ای زبه دقیقا چی میشه؟ اینجا هم 90 درجه میشه به سی هم بگیری 90 درجه میشه یعنی شکل ما شما 90 درجه چرخیده دوران پیدا کرده نظر به چی؟ نسبت به نقطه مبدع مختصات ما شما و چی است؟ خلاف اقربای ساعت پس این فرمول گفتیم دوران 90 درجه است پس آر ایکس وای چی بود؟ منفی وای و ایکس دوران 90 درجه میشه دوران 180 درجه چی بود؟ Rx و Y میشد منفی اکس و منفی Y. من دوران 270 درجه چی میشد؟ دوران 270 درجه Rx و Y چی میشد؟ میشد Y و منفی اکس. یعنی اگر وای و منفی ایکس ما تبدیل کنیم جواب دریافت کنیم در اینجا میشه شکل ما 270 درجه باید بچرخه در میاد در اینجا شکل ما و شما قرار میگیره فیف در 270 درجه میچرخه پس او هر دو همین شکل شاگرد از همین شکل ما و شما داریم شما چی کنید شما خودتون در کتاب چیتان هم دوران 180 درجه و هم 270 درجه را خودتون دریافت کنید شکل را بکشین در سیستم کمیات وضعیه و میبینید که 180 درجه چی رقم دوران میکنه و 270 درجه چی رقم دوران میکنه سعیست؟ پس فاهمیده چی رقم شد؟ خب پس شاگرد عزیز تبدیل سه نوش خواندیم انتقال باستا به و دوران درست است <متصفيق> شاگرده عزیز و گرامی پس دوران هم ما و شما خواندیم دوران هم فامیدیم که یک نو تبدیل بود و سه دوران مهمه بر شما گفتیم که به چه شکل است درست است؟ پس شاگرد عزیز کارخانگی تمرین های صفحه 88 و 90 کتاب باید حل کنید به ما روان کنید از طریق واتس نمبرش هم خودتون بگین 20964 780 آفرین 255 40 13 درست است اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید با ما شریک بسازید خب شاگرد عزیز و گرامی پایان فصل سوم فصل سه و شما که هندسه تحلیلی بود و بسیار مهم بود خلاص میشه بخیر درس بعدی فصل چهار شروع میکنیم فصل چهار ما و شما چی است؟ مسلسات است درست است که بسیار مهم است شاگرده عزیز و گرامی ما نباشین بخیر باشین شما را به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم